بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همانطور که مستحضرید و بنده تأکید کردم آن است که یک فضای سرشار از محبت، انسان دوستی فراهم بکند که ما بتوانیم با تکیه کردن بر خرد فردی و جمعی، مهر، مسائل رو موشکافی بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم و یک راحل های اصولی، بنیادی، عمومی و از همه مهمتر انسان محوری رو مورد مطالعه قرار بدیم. این برنامه ها همونطور که میدانید محورش خدمت به نوع انسان است، نه شرقی است، نه غربی است، انسانیت، نه جنسیت میطلبد، نه نژاد میطلبد، نه قومیت میطلبد. اینها خصائل فرهنگی است که انسان ها رو از هم ممیز میکند. تنوع، اختلاف نباید ایجاد بشه. به همین دلیل ما در این برنامه ها نه وارد سیاست تفرقه آمیز میشیم، نه سعی میکنیم جوانب مذهبی خاصی رو بگیریم طرفش رو. مذهب ما خدمت به نوع انسان است، هدف ما وحدت عالم انسان است، سیاست ما حقیقت و شفقت است و به همین منظور در این برنامه ها من با حرف امانوئل کانت بیاندازه موافقم که حقیقت رو بگین، حقیقت رو دنبال بکنید، حتی اگر حقیقت رو شنیدن باعث مرگ فردی بشه که میشنوه، چون حقیقت رو دیر یا زود همه بایستی بپذیرن، چه در جنبه فردی چه در جنبه اجتماعی. میدانید سروران عزیز، دنیا در حالت تحول، بحران در شرق و غرب وجود داره. انسان ها به طور غیر منتظره نابود میشن، بچه ها، جوانان، بعضی ها هم که زنده هستن در حقیقت زندگی نمی کنن، بعضی ها حقیقتا مرده متحرکن، چون امید رو از دست دادن، چون عشق رو احساس نمی کنن و امید رو که سرچشمه هر نوع حرکتی است رو نمی دونن اصلا وجود داره واسه شون یا خیر. ایران نازنین ما همونطور که می دانید در شرف تحول بوده و هست و خواهد بود. آینده ایران به خاطر سرمایه انسانی و فرهنگی و قدمتی که داره درخشانه. البته گذشته ضرورتاً به این معنی نیست که اگر موفق بوده حال و آینده رو هم ضمانت توفیقش رو نصیب ما میکنه، چه که گذشته یک آینه ای هست که ما اگر به دقت بهش بنگریم میتونیم ازش درس هایی یاد بگیریم که این درس ها به ما یاد بده که حالمون رو بهتر بکنیم و آینده درخشان تری رو بسازیم. میدانید الان بیش از 40 سال است که ما انقلاب کردیم. انقلاب آیا معنیش فقط اعتراض؟ آیا انقلاب اگر فرهنگی نباشه، معنوی نباشه،
انسانی نباشه پایداره؟ آیا میتونه به صلح پایداری منجر بشه؟ آیا واقعا چه کسانی بایستی ما رو نجات بدن؟ آیا غیر از خود ما، فرهنگ ما، همت ما میتونه کسی دیگه ما رو نجات بده؟ آیا راه حل تغییرات بنیادی در ایران آن است که یک شخصی، یک گروهی از خارج بخواهد با قدرت‌های نظامی و یا اقتصادی و یا سیاسی جهت اون مملکت رو تعیین بکنه؟ آیا تاریخ نشون داده که ما میتونیم با اون طریق به راه نجات وصل بشیم؟ افراد مختلفی در خارج از ایران ادعا میکنن که میخواهن راه گشا باشن، و وقتی به پیشینیه اینها نگاه میکنی، بعضی هاشون نه خدایی رو قبول دارن، نه معنویاتی رو قبول دارن، نه اخلاقیاتی رو قبول دارن، نه وجدان رو دقیقا متوجه میشن، بلکه فقط از موقعیت ها سوء استفاده میکنن به نفع خودشون، به نفع قوم خودشون، گروه خودشون. و راه حل چیه واقعا؟ آیا ملت ستم دیده ایران رو ما چه حمایتی میتونیم بکنیم؟ کسانی که در خارج داریم نعره و شعار رو بلند میکنیم، آیا راه حلی هست غیر از قادر کردن افرادی که در خود ایران هستن که قیام معنوی بکنن، قیام فکری بکنن، از اعتقادات فرسوده رها بشن؟ آیا بدون فرهنگ میشه این کار رو کرد؟ فرهنگ چی هست؟ آیا فرهنگ این است که من برگردم به 2000 سال قبل بگم کوروش چی کار کرد؟ آیا کوروش امروز همون کاری رو میکرد که کوروش قدیم کرد؟ درسته که ما میتوانیم از کوروش یاد بگیریم، ولی کوروش های فعلی کجا واقع شدن؟ مسئولیت کسانی که مدیریت و یا فعالیت در جوامع سمی و بصری دارن چیست؟ چه ندایی رو باید به ایران داد؟ چگونه می‌خواهیم کجا بره ایران؟ آیا ما وحدت آرا داریم که کجا ایران می‌خواد بره؟ آیا هر طریقتی که خودمون داریم می‌خوایم تحمیل کنیم بر دیگران؟ آیا اصلا در ایران آزادی واقعا مفهوم خودش رو تونسته پیدا کنه، یا تمام همت‌ها در گریز از آزادی بوده؟ آیا آزادی میتونه به دموکراسی بدون خردگرایی و مهرپروری واصل بشیم ما بهش؟ اینا مسائلی است که من میخواهم با دوست فرهیخته خودم، عارف خودم، همکار عزیزم در عرض این 15 سال حداقل که به عنوان دوست، برادر، خادم نوع انسان با هم همکاری کردیم، جناب دکتر علی اسدی همکار ما در این برنامه‌های بنیاد انسان، و از همه مهمتر آن که ایشان هر چرا که می‌آموزند با خلوص، افتادگی عرضه می‌دارند و هیچ اجر و مزدی غیر از آن که شما عزیزان برای خودتون فکر کنید، برای خودتون تصمیم بگیرید، یکی باشید، دروغ نگید، دشنام ندید و سوء استفاده نکنید از وجود خودتون و دیگران، ایشان قبول زحمت می‌فرمایند. با این مقدمات اصولی
خیر مقدم میگم به طور مجازی به جناب دکتر علی اسدی. خوش آمدین. درود بر شما حبیب جان، سپاسگزارم از مهر شما که مجالی دیگه رو ممکن ساختی تا رو در رو با همزبانان و همدلان عاشق ایران و فرهنگ ایران زمین به گفتگو بنشینیم و طرح موضوعی که شما فرمودید برای رسیدن به آزادی اجتماعی موضوع بسیار مهمی هستش، چرا که چه ما در داخل مرزهای ایران باشیم چه خارج از مرزهای ایران، آنچه که در سرزمینمون اتفاق میفته و آنچه که در بر مردمانمون میگذره مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی شخصی ما تاثیرگذار هستش و این پیچیدگی اوضاع عالم از لحاظ سیاسی، از لحاظ اینکه جهان در آستانه جنگ جهانی سوم هستش به خاطر بیکفایتی و بیلیاقتی سران حاکم بر قدرت‌ها در نقاط مختلف جهان، اهمیت این موضوع رو بیش از پیش کرده و متاسفانه در چند دهه گذشته در سرزمینمون هرچه که پیش رفتیم آزادی‌های انسانی و حقوق انسانی چه مرد چه زن در کشور ما به انواع و اقسام به بهانه دین و بهانه قدرت دینی زائل شده و وقتی که به پیدایش چنین فتنه‌ای بیاندیشیم و تاریخ رو مرور کنیم، چون مرور تاریخ بسیار به ما میآموزه، چون کسانی که تاریخ رو مرور نمی‌کنن و از تاریخ یاد نمی‌گیرن اشتباهات گذشته رو دوباره و دوباره آنچنان تکرار خواهند کرد، هر بار بدتر از پیش، که نه تنها هیچ تغییر مثبتی انجام نخواهد شد بلکه اوضاع پیچیده‌تر خواهد شد. پس برای اینکه بدانیم چه شد که اینجا رسیدیم به عنوان ایرانی و چه بر سرمون اومد، لازم هست که بدونیم که آنچه که در سالهای گذشته با تغییر نظام حکومتی در ایران اتفاق افتاد اعمال مستقیم قدرت توسط دولت‌های بیگانه بود که به خاطر منافع کشورشون به خاطر سود بردن بیشتر از منابع نفتی به عنوان ایران که دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان و معادن جهان هستش، در ایران به طور مستقیم آشوبی رو به پا کردند که در واقع سرآغاز جریانی به نام اسلامگرایی افراطی در خاورمیانه شد و این اسلامگرایی افراطی که دقیقاً برنامه‌ریزی شده بود توسط دولت‌های بیگانه و با استفاده از اون عدم شعور تکامل یافته اجتماعی ایران در آن زمان که گرچه حزب‌های مختلف بود، گرچه گروه‌های مختلف ادعاهای چپ و راست می‌کردند، ولی پختگی فرهنگی، پختگی سیاسی نداشتند و یا چپ زده بودند یا مذهب زده بودند، دین زده بودند و اونچه که وجود نداشت اتصال قوی و قدرتمند به فرهنگ ایرانی بود. اون چیزی که ما رو ایرانی میکنه وجود نداشت در احزاب مختلفی که در آن زمان در ایران بودند. برای همین بازیچه طرح‌های پنهان و آشکار قدرت‌های بیگانه قرار گرفتیم و حکومت از صورتی به صورتی تبدیل شد که فاجعه بار بود. اون زمان شاید
اگر آزادی سیاسی نسبی وجود نداشت و اشتباهات در حوزه آزادی های سیاسی به طور آشکار در جامعه جاری بود، امروز ایرانی از هیچ آزادی بهره‌مند نیست. و همونطور که شما فرمودید، ما نجوای این رو میشنویم که گروهی از ایرانیان داخل و خارج از کشور، حتی باز با ادعای فرهیختگی، حامی در واقع تهاجم‌های نظامی به ایران هستند برای بازیافتن آزادی. ولی صرف نظر از اینکه بخوایم احساساتی عمل کنیم نسبت به این گونه افکار یا این گونه حمایت‌ها و نظرها، باید به این نکته منطقی توجه بکنیم که تاریخ به ما نشون داده که کسانی که بیگانه با اسلحه وارد سرزمینمون شدن، چیزی جز گلوله و خون و کشتار نیاوردند. اون چه که راه واقعی آزادی رو واقعی آزادی اجتماعی رو برای ما به عنوان ایرانی در سرزمینمون، چه در داخل مرزها چه در خارج مرزها، هموار میکنه و ممکن میکنه آزاد مردی، نیک مردی و آزاد اندیشی با اتصال مستقیم و بیچون چرا به فرهنگ اساطیری ایرانی است. تا چنین مهمی اتفاق نیفته و ایرانی با درایت خودش شبکه سازی فرهنگی نکنه، خودسازی نکنه، هر تغییر و تحول ظاهری که در نظام حکومتی اتفاق بیفته، چه با زور اسلحه، چه با زور تحریم، چه با زور سیاست، دیر پا نخواهد بود و چون بستر محکمی نداره، چون ساختمان بلندی هست که بر ساحل شنی بنا نهاده شده، هیچ کسی نمیتونه آسمان خراش بزرگی رو بر ساحل شنی بدون پایه‌های استوار و سترک بنا کنه. اگر امروز ما میبینیم که پرسپولیس بناهای شهر سوخته، بناهای اساطیری این سرزمین که هزاران سال پیش ساخته شدند و هنوز از اونها اثری برجاست و افتخار فرهنگ اساطیری ماست به عنوان نماد، علت این است که این بناهای عزیز و عظیم با معماری دقیق بر پایه‌های سنگی عمیق در دل زمین نهاده شده و اگر نیاکان ما بر شن این بناها رو می ساختن، اثری از اونها باقی نبود. فرهنگ پایه و اساس هر کرامت انسانی است، از جمله آزادی اجتماعی. تا زمانی که ما بستر فردی و اجتماعیمون چون شن، گسسته، سست، بیپایه و شکننده هست، هیچ تغییر ظاهری منجر به آسایش و سعادتمندی ما به عنوان ایرانی نخواهد شد. بله، به به، من ممنونم از شما. در حقیقت شما می‌فرمایید که عکس‌العمل‌های مختلفی میتونین در ایام ضیق، تنگنا و بحران نشون بدیم، یا به صورت شعار یا به صورت عمل، ولیکن بایستی یک آگاهی پیدا بکنیم به این که ریشه مشکل چی بوده و بعد از اون در راه حلش سعی بکنیم که استقصات، یعنی پایه ها رو محکم بکنیم. و اگر من درست شما رو درک کرده باشم، فرهنگ رو شما اساره تمام فعالیت ها میبینید. فرهنگ یعنی چی؟ میدونم همه این رو استفاده میکنن، ولی
آیا فرهنگ یعنی مدرنیزه، فرهنگ یعنی افتخار کردن به گذشته، فرهنگ آیا مقصودانه که سنت ها رو ادامه بدیم؟ شما وقتی میگویید فرهنگ، آیا مفهوم فرهنگی که ما 200 سال قبل داشتیم، 300 سال قبل داشتیم، با امروز که جهان یک دهکده کوچکی بیش نیست، آیا نبایستی عواملی که فرهنگ ساز رو که واقعا ما رو به مدرنیته حقیقی میرسونه، از اون عواملی که به ظاهر فرهنگی و روشنگری هست ولی چیزی غیر از تقلید، غیر از تنقید نبوده و نیست، رو چگونه تفکیک کنیم؟ علت این که سوال رو انجام می کنم از حضور شما دوست عزیزم اینه که یک مقالاتی را من مطالعه کردم در مورد تنگناها. من اپینیون سکشن واشنگتن پست، نیویورک تایمز و شیکاگو تربیون رو خیلی به دقت نگاه می کنم، چون اینها به ما میگن که ریشه این مشکلات چیه. یه برنامه تلویزیونی دیگه ای که علی جان من بی اندازه بهش توجه میکنم جی پی اس مال فرید زکریا، اینها هیچ کدومشون نمیگن راه حل چیه، میگن مشکل رو اول بفهم. به گذشته افتخار نکن، گذشته رو سلوحه آینده و حال بگیر. اگه من بخوام همه اینایی رو که شما فرمودی و بنده عرض کردم، ما بخوایم در دنیای فعلی که ایران هم جزء خانواده جهانیه، ببینین یه اشکال بزرگ اینه که آمریکا میخواد خودش رو حفظ کنه، ایران میخواد خودش رو حفظ کنه. این حرکت علی جان فرهنگ طبیعی نیست دیگه، چون عالم انسانی با هم متحده. آیا فرهنگی رو که شما صحبت میکنی، آیا ما داریم نمونه های اجزایی، یا شما اینقدر شجاعت دارین که بگین مقصود من از فرهنگ این نیست که هر چیزی که در گذشته بوده بدون نقصه، شجاعت ما اینه که تفکرات انتقادی نشون بدیم نسبت به اون چیزی که داشتیم و وضعیت فعلی رو بفهمیم و مطابق اون یک تناسبی رو ایجاد کنیم؟ بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که فرهنگ انسانی، فرهنگ ایرانی به هم دیگه مرتبطن. اگه بخوایم از یک استعاره استفاده کنم، فرهنگ انسانی رو در نگاه بزرگ و کلان میشه به یک جنگل شبیه دانست که در این جنگل درختان متفاوتی هستند و اون فرهنگ های قومی هر کدومشون یکی از اون درختان هستن. شباهت میان یک زندگی یک درخت و یک فرهنگ بسیار به هم شبیه. درخت ریشه در خاک داره 3 برابر یا 4 برابر حداقل بیشتر از قامتش که به آسمان رجوع کرده. پس اون ریشه هایی که در دل زمین و در که ناپیدا نیست نفوذ کرده، گذشته ما هست. هیچ فرهنگی بدون گذشته نمیتونه زیست کنه. اون ریشه های عمیقی که بسیار بلندتر از قامت برآمده درخت سر به آسمان کشیده هست، درخت رو تغذیه میکنه، سبب پایداری درخت میشه،
سبب رسیدن مواد غذایی و آب به برگ ها و شاخه ها میشه. اما این درخت بدون زیستن در لحظه، بدون کنش و برهم کنش با آب و خاک و نور که در لحظه اتفاق میفته، ساختن برگ های نو، ساختن شاخه های نو، تنومند کردن قامت این درخت، هرچی که در زمان پیش میره قادر به حیات نیست. درخت خشک و بیبرگ که زنده نیست و در لحظه جاری نیست و رشد نمی کنه و خشکیده، آخر سر یا آتش میگیره یا تبر به اون میزنن، وگرنه بر درخت تر کسی تبر نمیزند. فرهنگ یک خاصیتی داره که شبیه درخته و اون با سازی دائمی و بی نهایت هستش در لحظه، که از آنچه که در فصلها، آنچه که در روزها، آنچه که در زمان اتفاق میفته خودش رو سازگار میکنه، ولی ریشه های خودش رو فراموش نمیکنه، از اون ریشه ها تغذیه میکنه، ولی اون ریشه ها همه هویت درخت نیستن، گذشته ما همه هویت ما نیستن، در لحظه ساخته میشه. این مشکلی هستش، این مشکل بزرگی هستش که ما به عنوان ایرانی به عنوان برای هویتمون داریم، و مشکل بزرگی هستش که گمان میکنیم چون ریشه های عمیق و کهن داریم در این خاک، در این زمین، بی نیاز هستیم از بازسازی فرهنگی، از سازگاری با شرایط مختلف، از تنومند کردن تنه این درخت بزرگ که فرهنگ ایران هستش، از ارتباط داشتن با درختان دیگر این جنگل که درختان همطور که میدونید از ریشه ها به هم دیگه متصلن و جزوی از این جنگل بودن خود رو دانستن. ما تافته جدا بافته نیست، ما جزوی از این جنگل فراخ فرهنگ انسانی هستیم، یک درخت تنومند هستیم در این جنگل. ولی اگر بازسازی فرهنگی نکنیم، اگر برگ و بال تازه نسازیم، اگر شاخسار تازه نسازیم، اگر راه خودمون رو در خاک و در فصلهای سخت و سوزان و در تابستان و بهار پیدا نکنیم، درخت خشکیده بیش نیستیم و جز این جنگل نخواهیم بود. این مهمی هست که طبیعت به ما آموخته. مهمی دیگر رو میخوام من از علم بیولوژی مولکولی مثال بیارم. دی ان ای همونطوری که دوستان میدانند اطلاعات حیات رو انتقال میده. این اطلاعات حیات در درون هر سلول در هر روز دچار نقص میشه، دچار آسیب میشه. اگر راهکاری در سلول وجود نداشته باشه که این آسیب ها رو بشناسه، ترمیم نکنه این دی ان ای ما رو، ما از بیماری های معمول تا سرطان باش مواجه هستیم. یعنی ژنتیک فرهنگی ما به ما منتقل شده، ولی اگه ما نقایصی که به این ژنتیک فرهنگیمون وارد میشه، اون چیزی که به ما به ارث رسیده رو نشناسیم، درمانش نکنیم، ترمیمش نکنیم، هیچ نسبتی نداریم با ژنتیکمون، یک موجود بیمار خواهیم بود که هستیم. شما در کنار متاسفانه فقر اقتصادی که بسیار دلشکن هستش در روزگار ما در سرزمینمون، شما فقر فرهنگی رو مواجه هستی باهاش. بیشترین میزان عملهای زیبایی در منطقه خاورمیانه چه بسا در دنیا با همه این شرایط اقتصادی بد در ایران انجام میگیره. ایرانی که مهد اندیشه و حکمت هستش، بیشتر اکثریت
چندین نسل به فکر شکل ظاهری خودشون هستن فقط. فرهنگی که اندیشه ساز بود، درونگرا بود، به اندرون توجه داشت، تمام مکاتب مختلف ما، چه بر پایه دین، چه بر پایه آزاداندیشی، بر پایه شناخت اندرون و زیبا کردن و صیقلی کردن اندرون هستش. منتها چیزی که در جامعه ما میبینیم، میل زیاده چندین نسل هستش به ظاهرسازی، زیباسازی جسمانی و تظاهرهای بهره‌مندی از اموال دنیا. خب این چه نسبتی داره با ریشه های فرهنگی ما؟ هیچ نسبتی نداره. برای همین جامعه‌ای که نمیتونه برگ بسازه، شاخه بسازه، کسی دیگه براش تصمیم میگیره، آفت میزنه. این حکومتی که در حال حاضر در ایران حاکم هستش و به اسم دین هر غلطی دلش میخواد میکنه و همه چیز رو با نام خدا تطهیر میکنه، همه چیز رو با نام عصمت و طهارت، هر نجاست و زشتی رو تطهیر میخواد بکنه، یک آفته. آفتیه که به این درخت افتاده، به ریشش افتاده، به تنش افتاده، به برگش افتاده. و وظیفه تک تک ماست که دفع آفت بکنیم، ریشه هامون رو بشناسیم، تنمون رو بشناسیم، فصلی که درش هستیم بشناسیم، که بهار، زمستان، تابستان، آب بجوییم. اگر آب نیست، باید ریشه هامون رو غنی‌تر و قوی‌تر در خاک بدمیم، بجوییم تا آب و مواد غذایی بیاریم، تا این درخت تنومند شه، دوباره سبز بشه، شاخه بده، برگ بده و خشک نشه. و این در لحظه اتفاق میفته. فرهنگ باید از نو ساخته بشه، برگ و بال داشته باشه، از نو بیفزاییم بر این فرهنگ، بشناسیمش و فقط به ریشه هایی که در خاک هستن اکتفا نکنیم. فخر به این ریشه ها هیچ برگی رو نمیسازه. مرحبا. هیچ برگی رو نمیسازه که هیچی باقی مانده این درختی که نیم نفس هم هست رو جانش رو میگیره. بله. ممنونم. من امیدوارم که بینندگان و سروران گرامی به این مفاهیم کلیدی رو که شما اشاره فرمودین به اشتقت کنن. شاید یه بار دو بار این برنامه ها رو باید گوش داد و روش فکر کرد و سوال کرد، چون شما در حقیقت دارین به یه رنسانس فرهنگی اشاره میکنید جناب اسدی عزیزم. یعنی آنکه گذشته خیلی خوبه، ولی گذشته مقدمه ی حالی که پر از تحولات چیز بدینی، تغییرات باعثی یه طریقی انجام بشه که اون هویت حقیقی ما رو از بین نبره، فقط به قول شما دنبال برگسازی سوری نباشیم، چون اگر هویت درست نباشه و به روز نباشه، آن موقع برگ ها هم زرد میشه، میفته. وقتی میارمش، من این تشبیه شما رو در دنیای فعلی، میدانید انسان ها وقتی بدی رو تجربه میکنن، این یه امر روان شناسیه علی جان، همیشه میگن که بابا برگردیم بریم عقب. به اگر الان وضع من و شما خیلی بده، میگیم که خدایا همون قبلی رو برسون. آیا شما در بیاناتتون به این اشاره نمی کنید که این طریقت فکری هم غلطه، که یعنی
قبل نسبت به قبلش بهتر بوده، یه محدودیت هایی هم داشته. شما اشاره فرمودید به مقایسه‌ای که در مورد آزادی بوده، آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی عقیده. بله، در قبل از این انقلاب وجود داشته، ولی اونجا هم یه محدودیت هایی بوده. و به طور کلی شما میگین که یوتوپیا از گذشته نساز، یوتوپیا یه چیزیه که به حال آینده وابستگی داره. این نکته خیلی کلیدیه علی جان، چون اگر ما هیچ موقع دلمون نمیخواد برگردیم به 45 سال قبل، چون نمیتونیم برگردیم، اگر برگردیم در حقیقت به دیار فنا راجع میشیم. ما میخواییم ساختارا رو ارزشیابی کنیم. شما ببینین در بیاناتتون بیلیاقتی سران سیاسی رو اشاره کردین. آیا الان در دوره بلوغ عالم انسانی واقعا این سرانن که بیلیاقتن، یا این انسانها هستن که با عدم درایت و شناخت و مسئولیت پذیری در انتخابات آراء عظیمه عمومی سران درستی رو انتخاب نمی کنن و انقدر به تنگنا می رسن که به هر چیزی متمسک می شن، به هر شخصیتی، حتی اگر وجدانن نگاه کنن می بینن ضد اخلاقه، همه چیزش ضد اخلاقه، ولی برای خودشون میگن این بهتر از اون چیزی که داریم. آیا وقتی ریشه یابی میکنی در این جنگل فرهنگی شما، اصل جستجوی حقیقت و فردی و دفع تقلید و یا پیروی از یک گروه بدون شعور و تحقیق باعث نمیشه که سرانی رو ما انتخاب بکنیم که در حقیقت از ضعف ما استفاده بکنن و بعد بلایایی رو به سرمون بیارن که ما اونا رو مسئول میدونیم به جای اینکه خودمون رو مسئول بدونیم؟ یعنی به عبارت دیگه، آیا از جمله علامات بلوغ عالم انسانی این نیست که یه مسئولیت فردی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی و سیاسی رو خودش به عهده بگیره که فعالیتاش عکس العمل نباشه، فقط منفعل نباشه یا عکس العمل نشون نده، اعمال سازنده داشته باشه؟ این فرهنگ سازندگی عکس العملی نباشه رو چگونه ترویج بکنیم و وحدت آرا در امور عظیمه ایجاد کنیم؟ خدمت شما عرض کنم که سوال خیلی خوبیه. چند تا نکته رو از سوال شما من بهش بیشتر میخوام بپردازم. یکی بحث تقلید رو شما فرمودید در مسئله فرهنگ، ساختن آینده و حال برای برون رفت از وضعیت کنونی که چالش برانگیز هست برای همه ما به عنوان یک قوم. باز من میخوام از این تشبیه درخت استفاده کنم که برگ درخت کاج بر درخت کاج رشد میکنه، بر درخت چنار رشد نمیکنه. برگ چنار هم بر درخت کاج یافت می نشود. برای همین فرهنگ ها بومی هستند، مختص خاص جغرافیای اون منطقه هستند و راه و کاری که سعادت و سلامت اجتماعی رو میاره این نیستش که ما برگ درخت کاج رو به درخت چنار پیوند بزنیم. ما باید اصل و نسب خودمون رو بشناسیم،
پیشینه فرهنگیمون رو بشناسیم، ضعف‌های اخلاقی قومیمون رو بشناسیم، عادت‌های خوب و بد قومیمون رو بشناسیم. و این باعث میشه که مرحله اول شناخت هستش، باعث میشه که متوجه بشیم کجا کار بیشتر نیاز داره. این بازشناسی عیوب و قوت‌ها باعث میشه که بتونیم بدونیم که از کجا شروع بکنیم. والا جز شلوغکاری و تظاهر چیزی بیش نیست. بعد به این نکته میرسیم که شما بهترین دانن هم که داشته باشید و از پرمیوه ترین و سالم ترین بذر از پیشینه یک درخت یا یک گیاه، نمیتونه اون بذر ادعا بکنه که چون من پیشینم خیلی خوب بوده، پدر بزرگ من درختی بوده یا که میوه های بسیار میداده یا سایه بسیار داشته، همجور بمونه برای خودش، نه ریشه بده نه جوانه بزنه نه هیچ کاری بکنه، بگه چون پدر بزرگای من بودن پس منم درخت بزرگیم. این توهم بیش نیست. باید مراحل رشد، مراحل ریشه دواندن، مراحل فصلهای مختلف رو گذراندن طی کنه تا اون پیشینهی که حاصل در واقع انتقال وراثت بوده به اون هم برسه. ما هم در نسل جامعه خودمون با یک چنین توهمی مواجه هستیم، چون کوروش چنین بوده، چون نمیدونم بوعلی ما داشتیم، چون رازی داشتیم، چون حافظ و خیام و مولوی داشتیم، بزرگترین اندیشمندان جهان ما جهان به زبان شاعرانگی فارسی صحبت میکردن، مولانا جهانگیر بوده. بعد از همون شخص شما میپرسی که دو خط از مولانا بگو، یک خط از نظامی بگو، یک خط از فردوسی بگو. کوروش چه گفته؟ سنایی که بوده؟ حسن که وزیر کجا بوده؟ تاریخ بیهقی به چه پرداخته؟ از پاسخ باز میمونه. این مسئله همون دونه ایه که افتاده در یک قفسه ای دور از خاک و ادعای جنگل بودن میکنه و ادعای درخت تنومند بودن میکنه. ما باید شبکه سازی بکنیم و این شبکه سازی به این معنا هستش که اتفاقاتی که دوست داریم در جامعهمون بیفته، دروغ کمتر بشه، نیکی بیشتر بشه، یاری بیشتر بشه، روشنی بیشتر بشه، تجلی همون چیزی باشیم که در جامعه و ایران ایدئالمون دوست داریم اتفاق بیفته. شما کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنن با این مسئله بسیار مواجه هستن. وقتی که شما به یک مشکلی برمیخوری، چه در شغلت، چه در مسائل مختلف، حوزه های مختلف اجتماعی، ایرانی های مختلف رو حامی کمتر میابی. ما این فرهنگ نیستش که ایرانی به ایرانی کمک بکنه در هر زمینه ای که هست. ایرانی های توانمند در زمینه های مختلف ما بسیار داریم. ایرانی هایی داریم که در همین آمریکا شرکت های بزرگ رو ساختن، تکنولوژی های بزرگ رو ساختن، حاصل فناوری ها و تغییرات بزرگی در همین بلاد غرب شدن. ولی این ایرانی های مختلف که در جای مختلف هستن، در سطوح مختلف، شبکه قوی با همدیگه ندارن. وقتی که از حال همدیگه خبر ندارن، وقتی که ما چنین گسستگی انسانی داریم در سطوح مختلف، چه در سطوح خانوادگی، چه در سطوح حلقه دوستان، چه در سطوح حلقه کاری، چه در سطوح حلقه اجتماعی، ایرانی ها از همدیگه گریزانن، همدیگه رو یاری نمیرسونن و همدیگه کمک نمیکنن. خب شما چه انتظاری دارید که در قیاس بزرگتر، در مقیاس بزرگتر عجیمجی بشه در جامعت، معجزه بشه، این حکومت بره یا حکومت دیگه بیاد ایران گره بلبل بشه؟ همچی چیزی توهمی بیش نیست. مرحبا. توهمی بیش نیست. اگر ایرانی هستید،
در هر جای دنیا، در هر مقامی که هستید، با هر توانی که دارید، از حال یکدیگه غافل نشید، به همدیگه کمک بکنید. شبکه سازی رو با این کرامت انسانی همیاری و همدلی راه بندازید. ببینید به طور طبیعی، چون جریانی رود که به اقیانوس میرسه، چه اتفاقی میفته؟ جامعه عوض میشه. وقتی که ما نشستیم تک تکمون، تحمل همدیگر رو نداریم، به همدیگه هیچ کمکی نمی کنیم، هر جای دنیا باشیم، چه در ایران باشیم چه در خارج از ایران، فرهنگ درویی داریم، جلوی همدیگه لبخند میزنیم، پشت همدیگه بدترین ها رو، چه از لحاظ پندار چه از لحاظ گفتار، روانه میکنیم به همدیگه. اصلا کاری هم نداریم، کاری کافیه که یک مقداری نقطه نظرمون با همدیگه متفاوت باشه، به همدیگه رحم نداریم. خب چه انتظاری داریم که در جامعهمون، در سرزمینمون اتفاق خوبی بیفته؟ چه انتظاری داریم که یک آفت بزرگی به نام حکومت دینی بیاد همه چیز رو از ما بگیره، بعد وقت منتظر باشیم که یک دولت بیگانه دیگه که به فکر سودهای شخصی خودش هستش بیاد با اسلحه و گلوله و موشک آزادی رو پس بگیره برای ما؟ این توهمی بیش نیست. آفرین، آفرین، فاجعه است. آفرین، من خوشحالم که واقعا شما اسدی، شیری، شیر فکری در بیشه فکر و عرفان، داری نعره حقیقت رو میزنی و واقعیت ها رو عنوان میکنی. من و شما واقفیم که تا زمانی که فرد و افراد خودکفا نباشن، صادق نباشن، با حقیقت‌های زندگیشون روبرو نشن، ارتباطات هم ارتباطات سالمی نمیشه. ما چون یه فرهنگ ظاهر بینی داریم، بنابراین از کمک کردن به همدیگه هم میتونیم سوء استفاده بکنیم. علی جان، یعنی آن که شما خوب فرمودین، من و شما داستانایی رو میدونیم که چقدر خواستیم دلسوزی بکنیم برای یک انسان دیگه، اعتماد بکنیم، ولی افراد چون صادق نیستن، با خودشون یکی نیستن، فکر میکنن که دیگران احمقن، دیگران نادانن و سوء استفاده ایجاد میشه و بعد این حس کمک یاری رو علی جان شعلش رو کم میکنه. یعنی من حرف شما رو می فهمم که ما فرد بایستی به همدیگه دست بدیم و یک دست صمیمیت رو ایجاد کنیم، ولی این دست باید دست حقیقی، معنوی و به خاطر امیال شخصی نباشه. علی جان، شما خودت به چند نفر کمک کردی که کمکت بلا شرط بود، به خاطر انسانیتت بود، ولی طرف مقابلت فقط و فقط دنبال امیال شخصی بود و فکر میکرد که شما نادونی، شما متوجه نیستی، و ما هم میدونیم که عاقبت اونا بودن که رسوا شدن، اونا بودن که ضرر کردن. یعنی هدف من اینه که اصطلاح روانشناسیشو به کار ببرم، تا من علی جان با خودم متحد نباشم چطوری با شما متحد باشم؟ وقتی من عقایدم با احساساتم
با حرفام، با اعمالم. اگه به ظاهر مدرنیزه نیک باشه، گفتار نیک، پندار نیک، ولی در عمل هماهنگی نداشته باشه، آیا حبیب اگر هماهنگی نداره این اجزای مختلفش که خودش ماکره، با خودش دروغ میگه، شما به من بگو آیا میتونه با شما پیمانی ببنده که اتحاد حقیقی باشه؟ ببینین، من حرفای شما را قبول دارم. از دیدگاه روان درمانی من فکر میکنم یک روانشناسی فردی داریم، یه روانشناسی اجتماعی. تا روانشناسی فردی به جای نرسه که ما صداقت داشته باشیم، کفر بگیم ولی دروغ نگیم، دقت کنین، ما وارد میخونه بشیم ولی تزویر رو، سوء استفاده کردن رو اتخاذ نکنیم. ببینین علی جان، من میفهمم شما چی میگی و من و شما هم متوجه شدیم که در این جنگل عالم انسانی اینجور افراد هم وجود دارن، ولی من و شما اصالتمون رو از دست نمیدیم، ولی در این حال هم آگاهی پیدا میکنیم که این افراد وجود دارن. در زمانی که مشکلات اقتصادی هست، مشکلات فرهنگی هست، افراد رو میشه بهتر شناخت و اصالت ها رو میشه بیشتر نمودار کرد. من چیزی که میخوام بهش تکیه بکنم و از شما کمک بگیرم، یه دو سه تا حرفی بود که شما زدی و من بهش معتقدم. شما صحبت از معرفت میکنی، شما، من و شما با هم میریم چای میخوریم تو این سان دیگوی شما، بعد میگیم علی عجب انسان با معرفتی هستی. معرفت یعنی چی؟ چون من اگه معرفت نداشته باشم، اعمالم ظاهریه، اعمالم ظاهری، دوستیمونم ظاهریه. علی جون، علت این که من و شما دوام آوردیم، آقا 15 سال به خدا ازدواجا دوام نمیاره، علی، دوستی من و شما دوام میاره، به خاطر اینه که شما حقیقت رو بر من ترجیح دادی، من حقیقت رو بر شما ترجیح دادم، بعد یه نقطه مشترک داریم و چون حقیقت، واقعیت‌های خودمونم قبول کردیم و به هم یاری دادیم. آیا معرفت بدون این که من از زندان نفس و هوا رها بشم، خودبینی که نتیجه کمبینی منه، رها بشم، چگونه میخوای شما، من با شما یک دوستی مستمر واقعی داشته باشم؟ چون من با این اعمال و رفتارم شما رو بلاک کردم، نمیذارم عشق شما به من برسه. بلاک فقط این نیست که من به شما زنگ نزنم، من به شما پیام ندم، قلبم رو بلاک کردم، چون دیدم شما من رو، با من صادق نبودی. میدونین، من میفهمم شما چی میگین. یک ریشه عدم اعتماد در بین این گروه وجود داره و اگرم کمک بکنن، علی، از خودشون میپرسن واسه من چی داره. خب اسمم مشهور میشه، من نمیگم که کمک کردن بده، ولی بعضی موقع ها شما اگه یک کمکی بکنی با نیت غلط، شما نه تنها کمک نکردی، خودت رو هم آلوده کردی. پس من دوباره برش میگردونم سوالم رو. نقش معنویات
و اخلاق و قانون کلی در فرهنگ سازی مستمر چیه؟ چون شما یه دو سه بار اشاره کردی و من نمیخوام سوء تفاهم بشه، من با اسلامی افراطی موافق نیستم، با بهایی افراطی نیستم، شما هم نیستی. هر چیزی که افراطیه بده، چون همه چی تعادل خوبه. شما دین رو داری اینجا ضدیت بهش اشاره میکنیم، یا میگی دین یه وسیله‌ایه که اگه معرفت نباشه دین میتونه سبب اختلاف بشه و اون موقع بیدینی ارجحه و اگر بشر به این بلوغ برسه سران مذهبی و یا سیاسی نمیتونن ازش سوء استفاده کنن؟ ببخشید از تطویل کلام. درود بر درایت شما. من نکته مهمی رو اشاره کردید. جان کلام من ضدیت با دین که یکی از در واقع منزلهای فرهنگ بشری هستش نیست. این دینداری شرط نه لازم و نه کافی برای معنوی بودن هستش، اما دینداری میتونه به معنویت برسه. ولی زمانی که دینداری شرط لازم و کافی برای رسیدن به معنویت انگاشته بشه، هرگز به معنویت نمیرسه. یعنی زمانی که ما توهم این رو داشته باشیم که تنها راه رسیدن به معنویت، شرط لازم و کافی برای رسیدن به معنویت دینداری هستش، هرگز به معنویت نمیرسیم. این اتفاق خلاصه اتفاقی هستش که در 800 سال اخیر در ایران افتاده و به صورت برجسته در 50 سال اخیر در حکومت مطلق اندیش ولایت فقیه در ایران افتاده. کسانی به بهانه اینی که تنها راه رسیدن به سعادت و کمال انسانی راه دینداری هستش، اومدن دقیقاً ریشه معنویت رو زدن در ایران. حالا آن طرف قضیه دین ستیزی هم ما نداریم. ما اینجا ترویج دین ستیزی نمی کنیم. ما ترویج ستیز با هیچ شاخص فرهنگ بشری نداریم. دین هم در طول تاریخ انواع و اقسام دین ها جزو هویت های انسانیه، به هر نام و به هر آینی جزوی از تاریخ بشریته، نمیشه به اون ستیز کرد. اما در اونجا نمیشه موند. منزل، مرکب، وسیله است. یکی از وسیله هایی که به خاطر آدابی که داره میتونه فرد رو متوجه حقیقتی بزرگتر بکنه. آفره. ولی حقیقت غایی نیست دین. آفره. حقیقت غایی ورای دین و دینداری هست. آفره. ورای علم و عالم بودن هست. پس آیاد علی جان، من ممنونم از این توضیح مبسوط شما. و دین وسیله است. موقعی که هدف بشه شما گرفتاری داری. نه من گرفتاری نه چه من و شما باش گرفتاری بشیم چه نداشته باشیم، گرفتاری ایجاد میکنه برای جامعه. بله، چون وسیله چاقو وسیله است. بله، اگر هدف بشه چاقو کشی میشه. راحت، خیلی راحت. پس ما چاقو کشی میشه. آیا میشه گفت این چیزی بود که روانشناسای مثل یونگ، جان دویی وقتی که یه کتاب مشهوری رو مینویسه A Common Fate، میگه دین یک طریقی که میفهمه، میگه دین یه پدیده‌ایه که شخص رو
به طبیعت، به اجتماع، به کیهان وصل میکنه و یه ارتباط شخصیه و این ارتباط شخصی خودش چون با صورت یک سیستم نمودار میشه ما بهش میگیم کازمیک ریلیجن. رفیق شفیق شما اینشتن هم این اصطلاح رو به کار میبره، کازمیک ریلیجن which is operated by the cosmic love. اون وقت پس بنابراین دین به خاطر احتیاجات نفسانی نی، به خاطر ترس نی، به خاطر پاداش نی، به خاطر بهش نی، به قول رفیق ما نیچه بیان گود اند ایول، یعنی مقام انسانی رو میاره سر جاش. پس من پل خودم حرف شما رو اینطوری میفهمم که اصل اون معرفت است، معرفت این که آیا این وسیله باعث میشه من ظاهر سازی بکنم یا باطن و ظاهر با هم تعادل هماهنگی خوبی داشته باشه. آیا من به قول شما دین واسه اینه که منو محدودم بکنه، مطلق گرام بکنه، به یه سوال نکن، تنها راه راه توه، تو بهتری؟ پس ما میتونیم یه معیارایی هم علی جان به این دوستان بدیم که هر چیزی که اصل برتری و بهتری رو میخواد در تو پرورش بده، تو رو با خودت قریب میکنه، شما باید یه تجدید نظری بکنی. یه حرفی شما زدی فکر میکنم علی جان این مال رفیقمون گاندی بود که هر دینی که داری تحمیل بر دیگری نکن، ولی یه آینده ای رو میخوای تصور بکنی برای دنیا، همونی باش که دلت میخواد دنیا باشه. خوب دقت کنین، یعنی یه پرس خدا رو جنبه شخصی بهش میده نه جنبه جمعی. این نکته ظریفیه که شاید اهل ادیان بهش توجه نکردن. ترانسفورمیشن، انتقال نفس، اگه صورت بگیره من صادق‌تر بشم، شما صادق‌تر بشی، ما به هم در نهایت صداقت به هم نزدیک‌تر میشیم. در روش شاید متفاوت باشیم، شما این رو داری میگی. این حتی فکر میکنم علی جان شما استاد بنده هستی در این کارا. از طرق الله به عدد انفس الخلائق، طریقه هایی که به سوی خدا میره به تعداد انسان های روی زمینه. یکی از فلاسفه شادروان دکتر داوودی میگوید خدا رو به عنوان یک مرکز دایره بدون که فقط مجموعه شعاهای هست که انتها نداره، ولی تمام این سطح دایره رو به هم دیگه در یه جایی پیوند میده و دو تا شعا مثل هم نیست. آیا شما فکر نمی کنی ما هنوز این مفهوم رو درک نکردیم؟ واسه همینه غیریت ملحوظ میشه. تو مثل من فکر نمی کنی، پس تو منو دوست نداری. این نکته ظریفه. آیا معرفت امکان داره ایجاد بشه به قول شما علی جان اگر من فقط افتخارم به ملکوت اسما باشه، حافظ، سعدی، ولی ندونم اینا چی میگن و نتونم انتقادشون کنم؟ چون شما میدونی هر چیزی، من و شما مولانا رو دوست داریم، ولی هر چیزی که اونجا هست و که نمیاییم بپرستیم، میاییم ارزشیابی معنوی انسانی میکنیم. چگونه شما میخوای به این نسلی که زجر کشیده،
درویی رو احساس کرده و در بسیاری از مراتبم درویی رو به ما نشون میده. ببین علی جان، من شما رو نمیدونم، شما هم یقینا همین تجربه منو داری. من 17 18 سالم بود اومدم این مملکت. خب ما زیاد با این زد و بندای فعلی که نتیجه بحرانه آشنایی نداریم. در عمل میبینیم، وقتی که میبینیم افراد چگونه به جون هم میفتن. ولی آیا شما معتقدی که فرهنگ گذشته رو اگر ما به اجزای مثبتی که فرهنگ رو امتداد داده توجه بکنیم، باعث کریتیویتی، خلاقیت فرهنگ جدید میشه، یا فقط ما میخواییم هر چیزی که در قبل بوده رو بیاریم و در حال انجامش بدیم و میدونیم امکان نداره چون حال یه ضروریت های اجتماعی خودشو داره؟ چگونه به یه نفر بگیم مثلا که من با دین مخالف نیستم، دین یه امر شخصیه، با اعمال تو که آیا جنبه جهان شمولی داره من میخوام مواجه بشم، نیت تو مربوط به خودته، به من ربطی نداره، من از روی اعمالت به نیتت میپردازم. معرفت که میگیم یعنی چی علی جان؟ تو بچه با معرفتی هستی، یعنی چی این معرفت؟ شناخته. حالا این شناخت زمانی انسان اون حس معرفت و عرفان هم یعنی شناخت داره، که سوال اینجاست که این شناخت نسبت به چی؟ ما در مورد صحبت از فرهنگ کردیم، صحبت از پیشینه قومی کردیم، پیشینه خانوادگی کردیم، پیشینه جهانی کردیم، پیشینه حال حاضر جهان مدرنیته کردیم، ولی هیچ کدوم این شناخت ها و معرفت ها به درد ما نمیخوره، مگر اینکه خیشتن خودمون رو با تمام تمامیتش، با تمام ضعف ها و قوت هاش بشناسیم. اگر خیشتن خیش رو نشناسیم، نه فرهنگ خودمون رو میتونیم بشناسیم، نه ضعف‌های فرهنگیمون رو میتونیم بشناسیم، نه قوت‌هاش رو ارج می‌نهیم، نه از سایر حوزه‌های معرفتی که حاصل فرهنگ بشری هستش نفعی نه برای خودمون خواهد داشت نه برای دیگری. در نتیجه تغییری رو هم در جامعه یا در ارتباطاتمون نمیتونیم ایجاد کنیم. اون معرفتی که شما بهش اشاره میفرمایید و گم شده ای روزگار ما هستش، که اون چیزی هستش که در فرهنگ کهن ایران زمین به خصوص وجود داشته، فرهنگ جوانمردی، فتوت، پهلوانی، فرهنگ انسانی، که در هرچه از شهر دورتر میشیم بیشتر میشه، در روستاها بیشتر، چون انسان ها هنوز آلوده اون حق بازی ها نشدند. اون فرهنگ خودشناسیه. چرا در روستاها اون لطافت و تراوت انسانی بیشتره؟ چون که فرد اونقدر غرق در هیاهوی اجتماعی نشده که دمی داشته که با خودش، با طبیعت خلوت کنه، سوال کنه که کی هست، چی هست، برای چی هست. و شاید مهربانی، سخاوت، بخشش، یاری و سایر کرامت‌های انسانی به صورت طبیعی از خلوت کردن با خودش بدون اینکه دانشگاهی بره، بدون اینکه شاید حتی کتابی بخونه، حاصل شده. ولی در این جامعه دریده و بیدر و پیکری که ما امروز باش مواجه هستیم، که هویت انسانی رو در صدد زدودنش هست، در صدد گرفتنش هست، در صدد قبضش هست، ما با مدل تلفن و کامپیوتر و ماشین و
مقام اجتماعیمون شناخته میشیم به عنوان انسان، نه به عنوان اینی که چقدر از انسانیت بهرمند هستیم و چقدر در مشق کرامات انسانی کوشا هستیم. چگونه میتونیم این رو پیدا کنیم؟ با اعمالی که دقیقه درنگ ایجاد بکنه که ما رو به خیشتن خودمون با داره برگردونه. کتاب بخونیم، حالا حتما لزوم نداره حافظ و سعدی و ادبیات سنگین ایران بخونیم، مطالب خوب بخونیم، مطالب خوب بنویسیم. این باعث میشه که از اون همهمه و حجمه که در جامعه هستش فاصله بگیریم، سوال بکنیم که کی هستیم، چی هستیم، چی میخوایم از جون خودمون و از جون دیگری. بعد تجربه های تلخ و شیرین زندگیمون رو که در زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، حاصل اتفاقات اخیری که در جامعهمون، در خانوادهمون، در روابطمون افتاده، چکیدش رو اگه بگیریم، اگه خودمون رو بهتر شناخته باشیم، اگه دردهامون رو، رنجهامون رو بهتر شناخته باشیم، شاید این راه رو انتخاب بکنیم که از درد و رنج یکی دیگه کم بکنیم. و این آغاز تغییر هستش در جامعهمون. تا هر تعداد انسانهایی که حالا چه در جامعه ایرانی چه در جوامع دیگه، ما به عنوان ایرانی داریم صحبت میکنیم، تعداد انسانهایی که به این نقطه آغازین که درنگ، سکوت، خودشناسی و اینی هستش که دردها و حاصل دردها و رنجهاشون این باشه که از دردها و رنجهای دیگری کم نکنند نرسیم، ما تغییر خوب و روشنی در حال آینده سرزمینمون، چه در داخل مرزها، چه در جامعه ایرانی خارج از مرزهای ایران، شاهد نخواهیم بود. مرحبا. ببینین، حالا ما در این به نظر میاد که تازه بعد از یک ساعت و هندی تازه به اصل قضیه ما رسیدیم که خودشناسی یعنی معرفت. بله. خودت رو بشناس، ولی امید رو از دست نده، فیت ایمان خودت رو از دست نده، و از همه مهمتر مهر خودت رو، عشق خودت رو به خودت و به دیگران از دست نده. ولی در این حال خودشناسی یعنی اون چیزی که ظاهر و باطن من رو یکی میکنه. خودشناسی اون چیزیه که من لازم نیست دروغ بگم، لازم نیست به خودم خیانت بکنم. علی جان، شاید به همین دلیله که سقراط حکیم معروف به خود را بشناس. شاید کسی که چون خودش رو نشناخته، نایافته از خودش هست، چگونه میتونه دیگری رو بشناسه؟ در یک عبارتی هم هست که خداشناسی در حقیقت ارتباط مستقیم داره با خودشناسی. ولی از اینم که بگذاریم، علی جان، شما اشاره کردی به این که هرچقدر شما خارج از این تمدن شلوغ بلوغ بشی، روحانیت رو بیشتر میبینی. من به عنوان یک روان درمانگر، علی جان، یه تجربه کردم، به شما میگم، منو هدایت کن. شما بالاخره استاد دانشگاهی، پژوهشگری. ببین، وقتی شما تو ده زندگی میکنی، یه انتظاری ازت دارن در معرفت. وقتی در لس آنجلس و نیویورک و لندن هم زندگی میکنی، یه آزمایشگاه خوبیه برای معرفت. شنیدی این جمله معروف رو از بودا، و بعد همینطوری میاد تا بهاءالله: در دنیا باشید ولیکن از آن دنیا مباشید. دیتچمنتی که بودا تشویق میکرد این نبود که از آنچه که در عالم هست فارغ بشید، بلکه شاید علی جان
همون مفهومی رو که شما اشاره کردی تأکید میکنه، اصل رو از دست ندی، معرفت رو از دست ندی. اتفاقا علی جان تو لس آنجلس میتونی معرفت شناسی بکنی، تو لس آنجلس و نیویورک، تو یه ده که باشی اگه با هیچکی رفت آمد نداری، علی جان معرفت چیه؟ من و شما تو یه دهی مثل سان دیگو زندگی میکنیم، هی میگیم معرفت معرفت. میاد تو لس آنجلس انواع و اقسام آدم میبینی، آیا میتونی هویت خودت رو حفظ کنی؟ شما ببینین یه چیزی که بهش اشاره کردی، این معرفت نه به علم وابسته ای داره نه به ثروت وابسته ای داره، چون علم و ثروت میتونه حجاب بشه، در این حال هم میتونه وسیله نجات بشه. معرفته که این وسائط رو نوع استفاده رو نشون میده. علی جان باورت نمیشه، ما یک در این بنیاد انسان دنبال یه دو سه نفر میگشتیم که به ما کمک بکنن، از این دوستان ایرانی در قسمت فارسی، همشون هم پشوانه اسمشون بود دکتر دکتر دکتر. میگفتیم از کجا اومده این دکتر کجایی؟ میگفت مثلا فرض کن از یه دانشگاهی در کردستان. ما میریم تحقیق میکنیم، میبینیم نمیخونه، تایما نمیخونه، بعد میفهمیم اصلا علی جان شما تو ایران میتونی بری پول بدی، پول بدی، دیگری بگیری، لیسانس میخوای انقدر، فوق لیسانس انقدر، پی اچ دی که دیگه چقدر تعظیم اون و میگیری، اون دیگه قیمتش میره بالا. شما ببین ما میخوایم اینا رو بگیم که چقدر این جامعه ای که دنبال تغییراته هنوز دنبال اون ظاهرسازی هاست. هنوز بله. دقت میکنید چی دارم میگم؟ بله بله بله. من همون گفتم توی صحبت ها اشاره کردم، شما یه بچه دیگه شو اشاره کردید، تحصیلات عالیه، عنوانش چه با پیمودن راه چه بی پیمودن راه، چه داشتن ظاهری به ظاهر متناسب طبق قواعد زیبایی، چه داشتن حساب بانکی یا تعداد خونه ها و ماشین ها و خدمت شما عرض کنم که امکان لذت بردن از لذت های مختلف زندگی با سفرها و این شاخص هایی که مشخص میکنه یک نفر چقدر خوشبخته به اصطلاح مدرن زندگی، هیچ کدومش ضامن انسانیت و معرفت نیست. هیچ مدرک دانشگاهی ضامن معرفت نیست. اون چیزی که ضامن معرفت هستش حماسه شجاعانه ای هستش که یک نفر همت میکنه از خودش بپرسه که هست، برای چه هست و چی به زندگیش معنا میده، معنای حقیقی که دستخوش تغییر زمان و اتفاقات زمان نیست. آفر. و این واحد هستش و اون برگشتن به اون عمق کرامت انسانی هستش که همدلی و همیاری هستش که ما به مهربانی ازش یاد میکنیم و کیمیای روزگار ماست. خشونت جامعه بشری، خشونت جنگ ها، خشونت و بیرحمی جامعه که شما شب میخوابی صبح پا میشی فاصله با خیابان خوابی ممکنه پیدا نکنی و هیچ کسی ممکن از متوجه نشه که شما در لبه پرتگاه سقوط اجتماعی هستی. بله. با تمام توانایی هات. یک جامعه چنین دهشتناکی که همه از حال همدیگه بیخبرن به خاطر اینکه از حال خودشون بیخبرن، برای اینکه خودشون رو فراموش کردن، جنگل متوحشی رو متصور برای ما میکنه که شاید ناامیدمون بکنه. ولی تا زمانی که هنر هست، تا زمانی که زیبایی هست، تا زمانی که کودکان لبخند میزنن، تا زمانی که حیوانی هنوز به انسان اعتماد میکنه
و به او وفاداره تا زمانی که روز شب میشه و شب روز میشه و فصلها تغییر میکنن، امید هستش که انسان برگرده به این اصل ساده که خلاصه تمام معارف و مکاتب بشری است و اون مهربانیه. مهربانی با خیشتن، مهربانی با دیگری، چه طبیعت، چه انسان، چه حیوان. مرحبا، این چه بیان انتهاییه عمیقی بود. یعنی اگر من بخوام در یک جمله این بیان شما رو تفهیم بکنم، آن است که تغییرات سیاسی، نظامی، مادی، هیچ کدومش بدون حفظ هویت حقیقی، معرفت واقعی که ما با مهر زندگی کنیم، با صداقت زندگی کنیم، هیچ کدومش نمیتونه تمدن حقیقی رو ایجاد کنه، بالاخص در ایرانی که الان محتاجه. ما به خودشناسی اشاره میکنیم و ما حتی میگوییم اگر خودشناسی رو فراموش کنی، خداشناسی رو هم فراموش کردی. ما در حقیقت میخواهیم بگوییم که خودبینی، کمبینی، برتری، دروغ علامت ضعف، علامت قدرت نی. هیچ موقع خورشید زیر ابر، از پس ابر، پس ابر نمیمونه، میاد بیرون. به همین دلیله که ما معتقدیم در ایران افراد بایستی به معرفت مشغول بشن، خودشون رو بشناسن، جامعه رو بشناسن، از تجملات تظاهری دوری بکنن و به جمال و کمال حقیقی که انسانیست نائل بشن. و این زیربنای تمدن حقیقی معنوی است، چون بدون تمدن معنوی تمدن مادی ارزشی نخواهد داشت. با عرض تشکر از جناب دکتر علی اسدی و شما عزیزانی که به این برنامه توجه کردین، تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. ممنون علی. خدا نگهدار. فدای شما.